السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به چنل یوتیوب ما. زام روز خواستم برتان چیکن وینز به فرمایش یا به خواست یکی از بینندای عزیز ما آماده بسازم. امیدوار هستم ما را تا آخر همراهی کنین. دوستا، به خاطر آماده کردن غذای امروزی به 1 کیلوگرم وینز ضرورت داریم. ما گوشت قبلا شستیم، مال مسالجات ضرورت بالش اضافه میکنیم. 1 قاشق مرچ سیاه، 1 قاشق و یا 0.5 قاشق مرچ سرخ نظر به خواست خودتان، 1 قاشق نمک بالش اضافه میسازیم. ما 3 یا 4 دندانه سیر قبلا رنده کردیم، بالایش انداختم. حال همه مواد را با گوشت خوب میکس میکنیم تا تمام بالها یا وینگز امرای مسالجات میکس شوه و مخلوط شوه. دوستا، به می اندازه دیگه کفایت میکنه. حال وینگز به مدت 30 دقیقه داخل یخچال میگذاریم تا خته شوه. بعد از 30 دقیقه وینگز از یخچال بیرو کردیم، خوب خته شده. حال 2 قاشق آرد سفید یا آرد ترمیده و 2 قاشق کرنفلاور یا نشایسته جواری را بالایش اضافه می سازیم. آرد سفید اضافه کردم دوستا. حالا آرد جواری یا نشایسته جواری را بالایش اضافه می کنم 2 قاشق. و تکرار همه مواد دوباره با هم خوب مخلوط می سازیم تا تمام بالها با آرد مخلوط شوه و تمام اطراف بالها یا گوشت با آرد آغشته شوه. به مدت 1 یا 2 دقیقه به می قسم دوام می دیم دوستای عزیز. دوستا، گوشتم کاملا با آرد آغشته شد، کفایت میکنم. اثراتش ظرف گذاشتیم و به اندازه کافی روغن داخل ظرف ریختیم. میگذارم روغن کمی داغ شوه. بعدا بالها را به این شکل کم کم و 1 دانه به نوبت داخل روغن مندازیم و میگذاریم به مدت تقریبا 10 دقیقه تا بالها خوب سرخ شوه. در جریان 10 دقیقه دوستا بالها را پشت روی میکنیم تا هر دو طرف بالها خوب سرخ شوه. بالاخره وینزم سرخ شده، کاملا آماده شده. از روغن بیرون می سازیم. حالا دمو ظرفی که بالها رو سرخ کرده بودیم، من روغن اضافه شد دور ساختم. دوباره به خاطر بالها سس آماده می سازیم. 2 قاشق کچپ بالای روغن اضافه می سازم. البته به مقدار 1 قاشق روغن داخل ظرف گذاشتم. روغن باقی را دور کردم. 2 قاشق ساس مایونز بالایش اضافه می کنم. هر دو را با هم خوب مخلوط می سازم.
دو حبه سیرپ قبلا رنده ساخته بودم، بالای ساس مایونز و کچپ اضافه کردم. حال دو قاشق ساس نار بالایش اضافه میکنم دوستا و همه مواد با هم خوب مخلوط میسازم. یک قاشق مرچ سیاه بالایش اضافه میکنم به خاطر طعم بیشترش، گرچه بالای گوشت قبلا من مرچ سیاه اضافه کرده بودم، به خاطر طعم بیشترش یک قاشق هم اضافه کردم. ساسش آماده شده، حال بالها رو دوباره داخل ظرف میریزیم و خوب با ساس مخلوط میکنیم تا تمام بالها با ساس خوب آغشته شود. دوستای عزیز، امیدوار هستم ویدیو امروزی ما خوشتان آمده باشه. امیدوار هستم شما ما آماده کنین. واقعا یک مزه متفاوت خاص داره و در زمین لایک، کامنت، شیر فراموشتان نشه. سبسکرایب هم از یادتان نره دوستا. ما را همراهی کنین چون همراهی شما عزیزان ما را انرژی مثبت میده و ما میتوانیم داینده ویدیوها و غذاهای خوبتر و بهتر برتان آماده کنیم. دوستا، چیکن وینز ما کاملا آماده شده. من داخل ظرف کشیدم، بسیار خوش رنگ، خوشمزه، خوشبو. تشکر از اینکه ما را تا آخر همراهی کردین. تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان را به لای پاک می سپارم. خداوند یار و یاور همه شما.